سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجای ویدیو مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما مجموعه شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید. ویدیوهای ما در کانال آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه‌های اجتماعی که این پایین می‌بینید اطلاعات بروز در خصوص بازارهای مالی از جمله کریپتوکارنسی منتشر میشه. امیدوارم که ما رو تو این شبکه‌ها دنبال کرده باشین. اگر تا الان این کار رو انجام ندادید پیشنهاد میکنم کانال یوتیوب ما رو با زدن دکمه سابسکرایب دنبال کنید. اون دکمه زنگوله رو هم اگر فشار بدید از آخرین اطلاعات و اخباری که ما به لحظه داریم به اشتراک میذاریم مطلع میشین. خب توی این ویدیو قصد داریم در خصوص تفاوت‌های ICO با ICO صحبت کنیم. این عملاً آخرین ویدیویی که ما در حوزه ICO داریم تهیه میکنیم. اگر شما به یک باره وارد این ویدیو شدین پیشنهاد میکنم که اول ویدیوی ICO چیست رو ببینید. این بالا براتون کارت میکنم و ضمناً ما مجموعه کاملی از این ویدیوهای مربوط به مقایسه ICO یعنی تأمین مالی از طریق عرضه اولیه سکه در بازار کریپتوکارنسی با سایر ابزارهای مالی تهیه کردیم که این بالا این مجموعه ویدیو رو براتون کارت میکنم، حتما مشاهده بکنید. مجموعه این ویدیوها به شما آگاهی کاملی میده که وقتی وارد این بازار میشین بدونید از کجای کار باید شروع کنید، کجا ریسکش بالاتره، کجا ریسکش کمتره، کجا میتونید توقع بازدهی بیشتری داشته باشید و بر اساس میزان ریسک پذیری خودتون بتونید در خصوص تأمین مالی که میخواین انجام بدید یا سرمایه گذاری که میخواین انجام بدین تصمیم گیری کنید. خب این آخرین ویدیو و یکی از جذابترین ویدیوهاست. تازه آخر این داستان میفهمیم که شما تازه اول راه هستین و تجربه ای که توی این حوزه به دست میارین بسیار بسیار ارزشمنده و تازه با کلی ابزار مالی جدیدی که ما فقط میخوایم اسمشو ببریم و برای شما توی کامنتی که در نهایت زیر پست همین ویدیو در کانال یوتیوب اون به اشتراک میذاریم برای شما اونا رو توضیح بدیم، چون دیگه اگه بخوایم وارد اون مسئله شیم فکر میکنم تقریبا 3-4 ماه زمان ما رو میبره و شما رو که تازه بفهمید که این قصه چیه و اینو میخوایم ریفر بدیم به خودتون که و محول کنیم به خودتون که اگر علاقمندین به این صورت ادامه بدید. خب تاریخچه‌ای که از ICO وجود داره و ICO عملاً یه تاریخچه نه چندان دوری هست. این اینیشیال کوین آفرینگ با خلق زنجیره بلوک از سال 2012 یه مقدار جون گرفته رشد کرده تا الان اومده. خب میدونید بحث زنجیره بلوک 2008 بوده، بعد 2009 بیت کوین میاد با رشد بیت کوین تازه همه میفهمن بلاک چین چیه، بعد خیلی ارزهای جدیدتری اضافه میشه که اگر اشتباه نکنم الان بالغ بر 6000 تا کوین و توکن توی بازار وجود داره. بله این تعداد خیلی زیادیه. حالا انتخاب کردن از بین اینا خیلی کار مشکلیه. براتون یه ویدیو در این خصوص تهیه کردیم که اصلا این 6000 تا چیا هست چیا نیست و بتونید از سایت‌های معتبری که مربوط به این زمینه است بتونید پیدا کنید. بالا کاردش میکنم که ببینید. اینا همه ابزارهای مالی هستن و این تنوع در این ابزارهای مالی داره سلایق مختلف و پوشش میده. مثل شبکه‌های تلویزیونی متعدد میمونه. همه اون برنامه رو میتونن توی شبکه بگم. چرا جدا میکنن؟ چرا مثلا یه شبکه ورزش، شبکه آشپزی، موسیقی و سینمایی حالا تو ژانرهای مختلف تهیه میکنن و جدا میکنن؟ این به خاطر اون جذب مخاطب خاصشه. پس شما هم به عنوان سرمایه گذار باید بدونی که کدوم حوزه داری میری، چجوریه، چیکار باید بکنی و اگر به عنوان یه سرمایه پذیر یعنی دارای یک ایده و یک محصول هستی باید بدونی که از کجای کار باید شروع کنی. دیدن این ویدیو از این باب برای شما جذابه که تازه با یه دنیای خیلی بزرگتری مواجه میشین که حالاها باهاش کار دارید. مطابق ویدیوهای گذشته ما این مقایسه رو در حوزه IPO انجام دادیم، STO انجام دادیم، IO انجام دادیم، ونچر کپیتال، کراود فاندینگ انجام دادیم و مقایسه کردیم و توضیحات کاملی رو از حیث فنی و معامله‌گر براتون توضیح دادیم و الان رسیدیم به انتهای این بحث، نه انتهای مقایسه ICO یا ابزارهای مالی تو این حوزه. خب ICO مخفف اینیشیال کانورتیبل کوین آفرینگ، یعنی شما داری یه سری توکنی میخری که در نهایت تبدیل به سهم از اون طرح میشه. احتمالاً با اوراق مشارکت آشنا هستین یا از این اوراق مشارکت تهیه کردین که در نهایت یک سری از این اوراق مشارکت به غیر از این که یک کوپونی دارن که به شما هر 3 ماه دارن یه سودی رو میدن یا سالانه سود میدن یا پایان طرح یه سودی رو میدن یا شما به کسر میخرید، اینا هم که توضیح دادم کلی ابزار مالی توی بازار سرمایه هست. یه سریشون هستم که قابلیت تبدیل به سهام دارن. این دقیقاً مپ شده با همین طرح. همونطور که مشاهده میکنید ICO یعنی عملا جمع IPO به اضافه ICO، یعنی در نهایت سهام شرکت خریده شده پس از ICO به صورت توکن بین سرمایه‌گذاران تقسیم میشه، یعنی شما سهامدار اون میشین. یه سهامداری که پایان دوره میتونه سود بگیره، از نوسان قیمت میتونه بهره مند شه و یه دیویدندی یعنی DPSی آخر سال مالی انجام میشه که بین سرمایه‌گذارا تقسیم میشه. اینا چرا انقدر متفاوت شد؟ به خاطر اینکه بتونن سلیقه مختلف رو پوشش بدن، نه تنها سلیقه بلکه بتونن طرح‌ها و ایده هایی که مدل های مختلف تامین مالی رو میخوان انجام بدن هم پوشش بده و خب مجموعه اینها به شما داره کمک میکنه که نسبت به موضوع آگاهی کاملی پیدا کنید. اگر ویدیوی مقایسه ICO و IPO رو ندیدین پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید، این بالا براتون کاردش میکنم و مجموعه ویدیوهای این حوزه به شما کمک میکنه که یه دید خوب و کاملی در این حوزه پیدا کنید. چرا اهمیت داره مثلا بیام تو این حوزه؟ بله یه سوال مهمه. اصلا میتونید تو ICO شرکت نکنید، برید فقط خرید و فروش رمزارزها رو یا ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم و کلی ارز دیگه‌ای که توی این بازار وجود داره انجام بدید، اصلا ندونیدم این چیه. ولی اگر بخواین تو این حوزه وارد شین و اون بازارهای رویایی رو داشته باشین باید بدونید این مسئله رو و پیشنهاد میکنم که این ویدیوهایی که ما این تو تگ کردیم رو حتما ببینید و بهتون تضمین میدم شما جای خوب شروع کردین. ما هیچ وقت نمیگیم که برید یه چیزی رو بخرید، فقط داریم آموزشش رو میدیم. پس ریسک سرمایه‌گذاری بر عهده خود سرمایه گذاره و هیچ چیزی سمت ما نیست، پس اینو در نظر داشته باشین ولی به سوالاتتون پاسخ میدیم. خب واقعا او مای گاد، یعنی ای خدای من، تازه این مقایسه‌ای که ما انجام دادیم شروع کار بود. شما IO, IMO, IDO, ICO 2 رو دارید، UTO, ICCO رو که با هم صحبت کردیم، STO, ATO, TR TRMI و تا آخر که میبینید و این جریان ادامه داره و واقعا شاید مقایسه اینها و دونستن همه اینا یه کار بسیار دشواری باشه و اگر کسی میخواد تخصصی توی یه حوزه‌ای بره پیشنهاد میکنیم که حتما به این مسئله بپردازه. ما تفاوت‌های دیگر رو دیگه در قالب ویدیو تهیه نکردیم بلکه بر اساس توضیحاتی که داده شده و وجود داره و همین مقایسه خیلی کوتاهی رو در قالب یک کامنت زیر پست همین ویدیو در کانال یوتیوبمون منتشر میکنه. اگه این ویدیو رو در جای دیگه در سایر شبکه‌های اجتماعی میبینیم پیشنهاد میکنم مراجعه کنید به کانال کریپتو فاندر در یوتیوب و این پست اون زیر بخونید کامل و این تفاوت کامل باهاش آشنا بشین. امیدوارم از این مجموعه ویدیوهایی که ما تا الان تهیه کردیم و به صورت خاص این مجموعه ویدیوهای ICO که تهیه کردیم لذت برده باشین. ما رو لایک کنید با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی و ارسالش برای سایر دوستاتون، از ما حمایت میکنید. این پایین شما 2 تا ویدیو مرتبط با این موضوع رو میبینید به اضافه لینک کانالمون که اگر تا الان عضو نشدید و علاقمند به این موضوع هستین پیشنهاد میکنم حتما عضو بشین. اون دکمه زنگوله رو هم حتما بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعات باخبر بشین. امیدوارم لذت برده باشین. خدا نگهدار.